این بار رفتیم به سراغ شغلی که به خانه های شما زیبایی می آورد و اکثرا مشتری های محصولات تولید شده در این شغل را خانم های با سلیقه افغانی تشکیل می دهد. خانم هایی که به زیبایی خانه خود اهمیت می دهند و کوشش می کنند داخل خانه را فضای مناسب و دلانگیز برای اهالی آن بسازند. شغلی که توانسته در چند سال اخیر پیشرفت خوبی کند و هنوز هم بازار خوبی در افغانستان دارد. شغل تولید پرده. از آنجایی که پرده هم برای زیبایی و هم برای حفاظت از حریم خصوصی به کار می رود، تقریبا در تمام خانه ها و دفاتر و هر آنجایی که پنجره باشد استفاده می شود و مشتری های خوبی در داخل افغانستان و جهان دارد. شرکت ها و تولید کنندگان موفق هستند که در تمام بخش های ساخت پرده خدمات خوبی را عرضه کنند، مخصوصا در طراحی و کیفیت پارچه پرده. به سراغ یکی از تولید کنندگان پرده رفتیم و از اوضاع و ابعاد این شغل معلومات به دست آوردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما محمد جاوید سکندری است. فارغ تحصیل 12 سن. البته 2 سال دارم معلوم داخل خدمت خوندیم. دیگه اصلا از ولایت میدان وردک بلسفل جلیز هستیم. ما تقریبا خودم حدود 10 سال است که وارد پرده فروشی شدیم. دیگه خاطرات خوب و بد از پرده فروشی زیاد داریم. مشک نمونه شما ما بگوین. اما تا خاطره خوب بگوین بهتره. خاطرات خوب ما زیادتر است. از جمله خاطره خوبی که ما داریم یک فرمایش یک مشتریای ما بود که اونا می‌خواستن طرح دیزاین خودشان برای ما داده بود. وقتی ما رفتیم و وارد ساحه شدیم و اتاقشون رو دیدیم، ما طرح خود برایشون اجرا کردیم. گفتیم اگر مشتری ما قبول کرد درست ما می طرح خود، اگر نه پس طرح خودش رو کار می‌کنیم. وقتی ما طرح خود اونجا بردیم اونا زیاد پسندیدن. با زمین خاطر ما سر جالب است برای ما. و شکل غافلگیری شد برای از من دیگه درستن؟ از طرح خودشون بهتر تر. بررسی ها نشان می دهد که در 2 دهه اخیر تحولات بسیاری در بازارهای جهانی رخ داده و ماهیت کسب و کارها تغییر کرده است. بیشتر کشورها برای رشد اقتصادی بهتر و پایداری اقتصادی بیشتر، نوآوری در کاروبار، سوداوری و درآمدزایی به سمت گسترش مشاغل‌های مختلف رفتند. چه مشاغل خرد، چه مشاغل متوسط و چه مشاغل بزرگ. و اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور از طریق تشویق تمام مشاغل و ایجاد سهولت برای آنها به نتایج خوبی دست یافتند. توسعه کسب و کارهای مختلف رمز توسعه اقتصادی است. بررسی ها نشان می دهد که حمایت و ایجاد سهولت در مشاغل و انواع کسب و کارها باعث کارآفرینی، نوآوری و پویایی صنعت، ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد برای اقتصاد ملی و جهانی شده است. در حال حاضر در اکثر کشورها کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان عنصر مهم در پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی شناخته شده اند. این کسب و کارها به ویژه در ایجاد فرصت های شغلی با سرمایه گذاری های متوسط در توسعه داخلی و منطقه‌ای اهمیت بسیاری یافتند. آقای سکندری عزیز، خودت از چند سالگی شروع به کار کردی؟ جدای از این کار، یعنی مثلا وارد دنیای کار کشیدی چند ساله بودی؟ برای ما به اگر لطف کنیم بگوییم. من خودم گرچه در سن 20 سالگی وارد هم درس میخوانیم هم وارد کار بودیم. در ضمن درس ما کارهای، البته کارهای شاقر مثل زراعت اینا پیش میبردیم. در سن 27 سالگی بود، در سن 24 سالگی البته باش سال ما پدر از دست دادیم. بعدم کارهای شاقه خانواده بگردن ما، البته پسر بزرگی خانواده هستیم. بعد از اینکه فارغ شدیم از 12، ما در مکتبی که درس میخوانیم، البته کمبود معلم بود، اونجا معلم بودیم و در ضمن که 2 سال اونجا معلمی کردیم و 2 سال داخل خدمت
دفتر معلمین اونجا خوندم. کار پرده را مستقیما از مدیریت شروع کردیم یا نه مراحل قبلی هم شما تایید کردید مثلا از کارخانه کار کرده باشین یا در بخش دکور بوده باشین یا مستقیم در مدیریت آمدین؟ نه خیر، ما کار پرده را اول از فروشندگی شروع کردیم. از فروشندگی شروع کردیم، آهسته آهسته آمدیم بخش دکور. وقتی کارهای ما خوب رونق گرفت، بعدن آمدیم در بخش مدیریتش. فروشندگی شما در کدام ساحه بود؟ یعنی چقدر از اینجا که به مراتب معلوم میشه کوچکتر بود؟ اگر از یک مدار به ما بگوین. اینا اول از یک غرفه شروع کردن که اونا به سطح یک غرفه بودن که تنها تکه اونجا جای باشن، جایی برای نمایشگاه نداشتن. بعدا آیسه آیسه یک نمایشگاه گرفتن، اونا هم در حدودی 100-150 متر مربع میان. آیسه آیسه بعد نمایندگی را وسط دادن، آمدیم در اینجا که ما از غرفه شروع کردن و بعدا آیسه آیسه رو به پیشرفت. زمانی که دمو کار شما خیلی کوچیک بود، مثلا گفتین یک غرفه داشتین، درست است؟ در اون زمان که کار میکردین فکر میکردین که باید یک موفقیت برسین، باید قدر نمایشگاه بزرگ برسین؟ چون حال خیلی متفاوت است از اون غرفه کار شما فعلا. البته تجربه‌ای که ما داریم آقای شهرزاد، با تجارت اول یک عزم و اراده راسخ به کار است که البته یک عزم و اراده راسخ بودن در اونجا که کار شروع کردن و بعد یک پرسنل یک کادر بسیار مجرب. البته اینا که ما در این نمایشگاهی که داریم، خیاطای ما، کارمندای ما کلشون مجرب با تجربه هستن، کارایی کردن در کشورهای ایران، پاکستان، اینجا تجربه کاری دارن. فعلا اینجا ما و رضایت مشتری و کیفیت کار، اینا رو کلشون مد نظر گرفته، ما میرم با این پیشرفت خود. یکی از عوامل مهم موفقیت در عرصه‌های اقتصادی تصمیم درست در عرضه محصولاتی هست که تقاضای زیاد داشته باشند. عرضه و تقاضا یکی از اساسی ترین مفاهیم اقتصاد و رکن مهم اقتصاد بازار محسوب می شود. تقاضا به مقدار محصول یا خدمت اطلاق می شود که برای خریداران و مشتریان مطلوب باشد. مقدار تقاضا مقداری از محصول یا خدمت است که مردم مایل به خریدن آن با قیمت مشخص هستند. رونق کسب و کار بستگی به عرضه درست و به موقع دارد و این می تواند باعث نتیجه بسیار خوب باشد. در قسمت انتخاب خدمات اقتصادی و شغل خود باید با دقت فکر کنید و مثل جناب سکندری دست بگذارید روی یک گزینه خوب و با خدمات خوبتان و عرضه محصولات که متقاضی خوب نیز دارند موفقیت‌های خوبی کسب کنید. شما هم اگر می خواهید کسب و کار خوبی داشته باشید، اول در قسمت محصولی که عرضه می کنید با دقت فکر کنید و نیز بازار تقاضای آن را حتما بررسی کنید. مدیر صاحب عزیز، مساحت بزرگ را شما در اینجا تخصیص دادین، میشه بگوین که چقدر مساحت داره اینجا؟ ما در این مارکت فعلا دو سالن داریم که دو سالن برای نمایشگاه که مساحت یکیش به حدود 400 متر و دیگریش به حدود 220 متر مساحت داره. و در حدود چند تا پرده را در اینجا شما با نمایش گذاشتین؟ به شدت تخمینی اگه بگوین، چون هر 3 متر بالاخره یک پرده فکر میکنم هست. ما با سالونی که الان به حدود 42 تا داریم و در سالونی خود به حدود 27. خیلی البته این پرده هر کدومش رنگ‌های مختلف خود داره، ما از هر رنگ یک تا سمپل اینجا. ببخشید اینجا مدیر صاحب، میشه بگوین که در امی تهیه یک پرده چقدر کار از این مربوط افغان‌های خود ما و شما میشه؟ فقط مواد خامش مربوط کشورهای خارجی میشه یا نه در مجموع مواد خامش هم ما تولید کرده میتونیم؟ برای فعلا ما مواد خام تولید کرده نمیتونیم.
ما فقط پارچه از خارج میریم و دوخت و تمام کپای دیگه تا داخل ما میره. در مورد این دیزاینش چطور؟ اینا موادش از بیرون میاد؟ اینا هم از بیرون میاد. اینا هم از بیرون میاد. بعضی مشتری های ما که میخوان که دوخت افغانی باشه، بازم اینجا خانوما میتونن گلدوزی کنن، خامکدوزی کنن. جالبی هست که این همزمان با خودش که پرده یک تشک هم داره. بله. و سیتی دیگه هم داره با خودش یا نه می فقط پرده و تشک است. خب میشه که دیگه مبلش هم می رنگ پوش کنن و سیتای عربی داریم که میشه به این رنگ جور کنن. نظر به فرمایش خود مشتری است. این کارای شما انجام میدیم. موفق باشید. نظر به گفته شما فکر میکنم که بعضی خانوما هم با مجموعه شما همکاری دارن. بله. 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 خیر. اینجا ما کارمندای زیاد داریم از طبقه اوناس. خب برای ما کار میکنن و همچنان میشه بگویم بیشتر در کدام بخش اونا فعالیت میکنن؟ اونا در بخش های ظریف کاری مثل دیزاین های برای پرده بالشت کار میشه یا توشن کار میشه یا خامک دوزی که برای یگان پرده کار میشه اونا رو. در قسمت دیکور و طراحیش چطور؟ اونا میتونن همکاری بکنن خانوما؟ داریم کسایی که مثلا کارهای گرافیکی بکنن؟ با ما همکاری میکنن. خیلی خیلی مثلا ما شخصا خود ما اهل رسانه هستیم، کار خود ما را خیلی دوست داریم. شما چقدر کارتان را دوست داریم؟ یعنی هر کسی که در کار موفق میشه یکی از راه های موفقیتش همین عشق به کارش است. از شما چگونه بوده آقای سکندری عزیز؟ ولی نظر من اینطور است که هر کس به کار خود وارد شد امو برش دلچسب، هر چی به کار خود ماهر بودی امو برش دلچسب میشه و هر کاری که ماهر نبودی اون کار داخل نمیرسه. هر چی به کار خود مهارت داشتی و کار برای جذابیت برای یک حسی خوب میده. مشکلات شما که در مسیر امی روند کاریتان که تا اینجا رسیدین برخورد کردین چی مشکلات عمده بوده؟ مثلا بر فرض مثال خواه من خواهی کسی که میخواهی تصمیم تجاری بگیره مشوره میگیره از بعضی دوست های دیگه، کسایی هم بودن که شما را مانع شون بگن این کار را نکنین که مثلا برای شما انگیزه منفی داده باشن؟ بله بله مشکلات زیاد بودن ولی با تلاش و کار زیاد مشکلات حل کردیم. مکارو وقتایی بود که ما تا ده شب در کارخانه کار میکرد صبح. در ماه مبارک رمضان که فرمایشات زیاد میشد ما تا 11 شب در کارخانه کار میکردیم. با فرمایشات زیاد بود ما به خاطر فرمایشات مشتری برسیم تا مشتری ما از ما راضی باشه. دیگه بازار از رقابت های ناسالم بعضی رقبا دارن که البته ما با اونا رقابت های سالم داریم در بازار تا پیشرفت کنن. هست مشکلاتی بودن که ما در این حد رسیدیم. برای رشد کارتان جدای از اینکه یک محل مناسب شما دارین دیگر چی مثلا از کدام راه ها استفاده میکنید؟ برای فرض مثال تبلیغات یک راهش است، صفحات مجازی یک راهش است. برای فرض مثال هدف من است که بعضی مردم ها کار میکنن ولیکن کارشان به اون نتیجه قناعت بخش نمیرسن. میتونین شما چند راه هایی را برای تبلیغاتشان بگوین برای ما که از کدام مسیر برن پیش که کارشون رونق بگیرن؟ مخصوصا در این اصل ارتباطات تلفن هستیم. گرچه کار وقتی انسان شروع میکنه با وجود کیفیت کارش یا مدیریت خوب باید تبلیغات داشته باشه. تبلیغات در رکن اساسی از تجارت است که باید مشتری ها را از گوشه و کنار افغانستان یا بیرون از افغانستان جلب کنه به خود. تبلیغات خیلی موثر است به کار انسان. ما فعلا از صفحه مجازی استفاده میکنیم که به خارج از افغانستان اینجا مشتری ها میاست و دو میگه تبلیغات ما به خانه خودی هر مشتری ماست، همون کیفیت کار ماست. ما 90% تقریبا مشتری های داریم که تکرار است. وقتی یک مشتری از کار ما راضی بود اونا به اقارب و خانواده های دیگه مشوره میتن مهن اینجا و زیادتر تبلیغات ما روی صفحات مجازی است. نمایش و تنوع محصولات یکی از رمزهای موفقیت دیگر در امور اقتصادی است که
که بسیاری از تجار و فعالین اقتصادی محصولات خود را با تبلیغات و یا هم ایجاد فضای مناسب معرفی میکنند. جناب سکندری با ایجاد سالون بزرگ و نورپردازی درست و به نمایش گذاشتن نزدیک به 100 نو پرده محیط مناسبی را برای مشتری هایش فراهم کرده که مشتری با وارد شدن به این مکان حداقل چند دقیقه را وقت میگذارد و این یعنی طریقه خوب معرفی محصولات. مدیر سایر اون سوال من ماند که امی بخش نمایشگاه طرحش کی داده؟ چون طرح خیلی قشنگ کار شده و حقیقتا با دیگر بخش های نمایشگاه شما کاملا متفاوت است، چون اینجا معلوم میشه که روی دیوال ها و روی سقف یک سلسله طراحی هایی هم اضافه شده که با امی مجموعه پرده و توشک سید هستند. یک معلومات اگلاف بکنید در رابطه با ما بتونید. طرح هزی خودی ما طراحی داریم اینجا که در بخش طرح و دیکوری منازل کار میکنه. بعضی مشتری ما تقاضای زیر داره که بریم دیکور خانه ما را طرح دیزاین میتیم و طراح داریم. یه طرحش هم از خودی ماست، یه کارهایش هم از خودی ماست. فقط موادهایی که روی دیوارا کاشته و سقف کاشته اینا را از خارج وارد میکنیم. کارهای دیگه شو بقیه یک کارمندای خودی ماست که اینا میکنیم. بسیار خوب. یعنی شما مثلا یک وقت یک مشتری مراجعه میکنه که شما بیاین خانه را ببینین، مراحل طراحی شما چقدر وقت میگیره که بتونین یک طرح خوبی را برای مشتریتون داشته باشین؟ طرح فرق میکنه. بعضی طرح های پیچیده است که حدود یک هفته وقت میگیره، بعضی طرح هایی است که ساده دکور میشه و در حدود یک روز دو روز وقت میگیره برای مشتری ها آماده میکنیم، وقت زیاد نمیگیره. یعنی اینطور معلوم میشه که در کنار پرده شما بعضی لوازم دیگر هم به مشتری خدمات میتین؟ بله. بر فرض مثال مثلا دکور پرده یک بخش کار است، دکور سقف و دیوال و نور هم شاید یک بخش کار دیگه شما باشه، همین رقم است؟ ما در بخش نور یا برق و الکترونیکی که کار نداریم، فقط بخش دیکور مثل تخت خواب، مبل، فرنیچر، پرده، توشک و بخش اینا با کار میکنیم برای مشتری. خیلی عالی، ماشاءالله. بارها شنیده بودیم که خواستن توانستن است. امروز این امر با گفتگویی که با جناب سکندری داشتم کاملا برایم ثابت شد. فراموش نباید کرد که اولین مراحل یک کار در ذهن تولید می شود که آن را ایده می گویند. افراد موفق هستند که ایده های خود را روی کاغذ بنویسند و در صدد عملی ساختن آن باشند، البته با توکل بر خداوند مهربان. و اگر برگردیم به سنی که شما تازه این کار را شروع کردین، باز دوباره همین کار انتخاب میکنین یا وارد یک رشته دیگه میخواستین بشین برای کار؟ او برمیگرده به زمان، به امنیتی. اگر امنیت در این حالت باشه باز همین رشته را انتخاب میکنین. بسیار خوب. فعلا برای آینده چی برنامه ها دارین؟ مثلا میخواین که همین کار را رشد بدین؟ چون من خبر شدم که شما نمایندگی های دیگه هم فعال کردین، یعنی امکان داره که شما همین خدمات دارن در سطح ولایت افغانستان گسترش بدین؟ بله، این برنامه را ما از قبل داشتیم. اگر امنیت و همین تحولات که آخر آمدن بهتر شود، ما امکان داره به ولایت رشد بدیم، حتی خارج از افغانستان باید رشد بدیم، مثل ایران، پاکستان، به اینجا نمایندگی باید داشته باشیم. به گفتنی شما به حیث یک جوان افغان، برای جوانایی که یک مقدار از روزگار گلمند هستن، مثلا شرایط شغلی ندارن یا برشان کار مساعد نشده تا به حال، بعضی از اینا واقعا دیگه افسرده میشن و کاملا گوشه‌گیر میشن و کاملا ناامید میشن.
گفتنی شما بر از اونا چی است؟ چی بر دخترها باشه، چی بر پسرها باشه؟ هیچ وقت ناامید نشوند. همیشه در جمله تلاش یک کار باشند. کار فرق نمیکنه که به حد مدیریت باشه یا به حد یک کارمند باشه. کار کار است. در هر شرایط باشه باید دنبال کار بگردند. در زمینه کار مطالعه داشته باشند. از کتابایی که در هر رشته بخوایم دسترس داره باید مطالعه کنم، کار کنم. باید ناامید هیچ وقت نشوند از کار. کسایی که خدمات و مصرف به خدمات میکنن ولی یک خدمات خوب را نمیکنن برای مشتری، اونا زیاد دوام نمیارن. فقط مشتری یک بار اگر از اونا فرمایش بگیرن بار دوم نمیارن اونجا. باید خدمات خود با اصول و یک خدماتی با کیفیت ارائه کنه برای مردم. زیباسازی خانه های افغان ها چه خبر شما اهمیت داره؟ چون کار شما سرکارش هدفش زیبا ساختن خانه است و همو پوشش یک خانه افغان، چه خبر شما این موضوع اهمیت داره که کارتان اینه باعث زیباسازی یک خانه و مردم میشه؟ این برای ما بسیار زیاد اهمیت داره. وقتی که یک مشتری ما کارش تکمیل میشه، از ما راضی است، باعث خوشحالیش میشه، ما دو برابر خوشحال میشیم. یعنی نتیجه کار خود میبینیم. بسیار برای ما زیاد اهمیت داره. از مسئولین اول ما امنیت. وقتی امنیت باشه انشاءالله کار به وجود میاد و زیادتر از تجارا و سرمایه گذارا حمایت کنه تا پس همی سرمایه که از افغانستان فرار کرده وارد افغانستان شود، تا خود ما افغانا دست به کار نشیم. از خارج هیچ وقتی ما پایدار اقتصادی پایدار نمیداشته باشیم. بسیار خوب. افغانستان چقدر دوست داری اونجا دوست داری؟ و البته فرصت هایی بود که میتونستم از افغانستان برم ولی از افغانستان به هیچ وقت بیرون نشیم، همینجا بودیم. دلیلش؟ و هست چون کشور خودماست، خاک خودماست، همینجا بزرگ شدیم، همینجا تولد شدیم. Thank you.